سلام به همگی، خوش اومدید به این قسمت پرشین رپ نیوز. سلام، روحام هستم. سلام، سهراب هستم. علی زیدل، خوش اومدید به این قسمت. بچه ها، امروز اومدیم از خبر اعدام حمید صفت عزیز که پخش شده بود و بعداً تکذیب شد تا خبر فروش NFT اثر جنگل آسفالت از سروش هیچکس و سایفر بچه های یوتیوب رپ ایران. با ما همراه باشید. خب، هفته گذشته متاسفانه خبری پخش شده بود از حکم حمید صفت، حکم اعدام حمید صفت. خب این خبر یه سری حواشی به همراه داشت، اکثر آرتیست ها واکنش نشون دادن، یه سری ها حمایت کردن، یه سری ها نظر دادن و در همین حین عماد قوی دل عزیزم یک نظر متفاوت داده. بریم همه رو با هم ببینیم و برگردیم. سلام عرض میکنم خدمت همگی، هر کسی صدای منو میشنوه و تصویر منو داره. وظیفه اخلاقی و انسانی من حکم کرد که این ویدیو رو تهیه کنم در رابطه با اتفاقی که واسه حمید صفت افتاده، یکی از دوستای صمیمی من، و ما دور و بری‌ها واقعا دو سه روز تو شوکیم، نمیدونیم باید چیکار کنیم و نمیدونم. از تمامی مردم، از تمامی بازیگرا، رفقا، آشناها خواهش میکنم که در مورد این قضیه سکوت نکنید، به خاطر اینکه همتون، حالا کسایی که میشناسید حمید رو، میدونید چه آدم خوشقلب و مهربون و با ایمانیه. این حکم ناعادلانه است. بعد از همه این حمایت ها و تکذیب های خبرها، منیجر حمید صفت مثل این که تو پیج حمید صفت یه استوری میذاره، یعنی دوتا استوری میذاره که در قالب این که همه چی اوکیه و سعی نکنید با کسایی که مثلا میگن پول جمع آوری کنیم برای آزادی حمید صفت عزیز گول بخورید و یه سری مسائل دیگه رو توضیح میده. بریم ما هم دوتا استوری ببینیم و بیاریم. آلبوم عصبانی محمد رضا شایعه عزیز که انتقاد کرده بود به کسایی که سایت بت دارن و با کسایی که سایت بت دارن میپرن، محمد رضا شایعه ادامه فعالیتش رو با یکی از سایت های بت اعلام میکنه تو لایوش که بریم ما هم ببینیم و بیاییم. آلبوم داریم، ویدیو داریم، محسن متفکران چند تا قرار با سمون ویدیو بزن، اسپانسر ویدیو هم که همون اسپانسر قبلی ویدیو ها که تو این جانب هم اسپانسر بود، تهران بت. خب بعد از این لایو جنجالی یه سری از آرتیست ها و گروه ها واکنششون میدن، مثل پیکور، سهراب ام جی، امین منیجر سهراب ام جی، جیدال واکنششون میدن. بریم واکنش ها رو ببینیم و برگردیم. مسئله دیگه که اینم یکم حاشیه‌ایه ولی خدایی باید گفت، آقا من اصلا مشکلی ندارم که شایعه رفته اسپانسر
حالا هرچی گرفته. خب به هر حال هنرمند احتیاج داره که نیازاشو تامین کنه، برای آلبومش اسپانسر داشته باشه، درآمد داشته باشه، شرایط سخت، همه اینا رو من کاملا متوجه شم، اصلا موردی نداره. فقط کاش که جانماز آب نکشیم دیگه، کاش که واقعا نقش پسر پیغمبر رو بازی نکنیم، به بقیه توهین نکنیم، بقیه رو بهشون بی احترامی نکنیم بابت این داستانا، وقتی خودمون داریم یه کاری انجام میدیم. بعدم یه سوال داشتم، این منیجرش که دوست عزیزمون که خیلی قدقد میکردین چند وقته، استوری نمیخواد بزنه، حرفی نداره، حدیثی، پیام، این چیزی؟ خب بعد از همه این واکنشا، محمد رضا شایع عزیز فرداش یه ویدیوی میگیره در قالب لایف که توش خبر از کنسل شدن همکاریش با اون سایت بت میده. بریم با هم ببینیم و بیاییم چی شده. اول اینجا یه صحبت بگم که کنسلش کردم رفت اصلا. چی شده ولی باشم؟ اصلا من کی گفته بودم مشکل دارم با این قضیه؟ ولی اصلا اگه من خودم سایت دارم اصلا واسه چی؟ من این همه وقت این همه لایو گذاشتم، کجا گفتم که اصلا با این قضیه مشکل دارم؟ اصلا کجا گفتم قمار بده؟ دور تا دور زمین های فوتبال، تو پلی استیشن، نه همه جا هست. از سواری تو ایران تا میتونی قمار کنی، چه مشکلی داشت؟ کنسلش کردم، نه روی نصاب که کار اشتباهی، روی نصاب که دیدم ناراحت شدین. من 10 بار تو همه لایوها گفتم آقا من اولویتم این موزیک هست. چرا؟ چون از صفر دهنم سرویس شده گرفتمش، نمیدونم بره که به خاطر چقدر توتاق نشد. قصه چی بود؟ کیش بودم، صفر بودم. آقا یه جای دیگه تشی، خونه به مغز نمیرسه، مشکلی هم باش نداشتم، رفتم پیش. این همه بارم تو لایوها گفتم، چرا اصلا هیچ کسی چی نگفت؟ چرا اصلا هیچ برخورد؟ من همیشه میگفتم آقا اصلا واقعا مشکلی ندارم. بعد از لایو گذاشتم و کنسل کردن قرارداد با اون سایت بتی که قرار بود اسپانسرش باشه، بازم بچه های اپیکور به قول گفتنی انتقاداشون رو گفتن توی استوری و بریم اون استوری رو ببینیم. و خب هفته گذشته سهراب ام جی عزیز که از تکساشو میگه توی پیجش که بعضی وقتا باید عقص بری و این خیلی حواشی به دنبال داشت. یکی از آشیاش هم این بود که همه گفتن میخواد خدافظی کنه. بعد از اونم امین توی کامنت پست آخر سهراب ام جی این قضیه رو یه جورای تایید کرد و خیلی حاشیه ای شد. بریم ببینیم برگرد. خب هفته گذشته جعفری در قالب یک question ask یه سری سوال ازش پرسیده شد که بهشون جواب داد، مثل همکاری محمد رضا شایع با محسن یگانه، مثل خبر پولی بودن فیت محمد رضا شایع و مهراد هیدن که به همه اینا جواب داده. بریم ما ببینیم و بیاریم. بعد از حواشی هفته گذشته سهراب ام جی عزیز، آرای سرطان عزیزم یه استوری میذاره و توش می‌نویسه که فعالیت من در موسیقی به پایان رسید و امیدواریم که این اتفاق نیفته، چون آرش واقعا آرتیست خفنی بوده و هست و امیدواریم که ادامه بده. خب هفته گذشته همونطور که خیلی ها میدونن بچه های یوتیوب رپ فارسی یه سایفر منتشر کردن، یعنی اولین سایفر یوتیوب رپ فارسی رو منتشر کردن که حمایت خیلی از رسانه ها مثل رپ فارسی نیوز رو به همراه داشت و خیلی از رپرهای رپ دری هم از این سایفر حمایت کردن که حالا حرکت خفنی بوده و اینکه خیلی سر و صدا کرده این اتفاق، ما هم جزوش بودیم و حالا خوشبختانه ما هم جزو این حرکت بودیم. خب هفته گذشته بعد از یکی دو هفته کلکل و بیف بین بچه های پایدار و زد بازی، مهراد دیدن یه استوری متفاوت گذاشته، اگه اشتباه نکنم یه تیکه از فیلم گیم آف ترونز گذاشته. بریم با هم ببینیم و بیاییم. این استوری خیلی واکنش به همراه داشته. بریم ببینیم و بیاییم.
not abandoning my army. You're the commander, not a damn infantryman. Those fuckers are about to swamp us. We can hold them off. استوری جیدال عزیز واکنششون میده که بریم من واکنششون ببینیم و بیاد او مراد اجده آتیشیمون نکنی شراره حاجی چی شد؟ تو یه عروس خالتروگو شدی فیلمو ندیدی نه؟ اشتباه زدی و جدی میگم ولی سامان ویلیو درست زدی خدایی یه جاشو درست زدی ها سامان ویلی تنها بچه اشتراکی که با اجده داره اینه که وقتی دهنشو وا کنه فندک بگیری ممکنه آتیش بزنه بیرون انقدر تو سن 40 سالگی بنده خدا الکل خورده بعد از این واکنش ها عرفان هم یه استوری گذاشته و به این موضوع واکنش نشون داده بریم و هم ببینیم و برگردیم میرسیم به خبر جنجالی که هفته گذشته زیاد صحبتش بود اینکه مزایده NFT طرح جنگل آسفالت از هیچکس که به مزایده گذاشته شد و 190 اترنیوم یا تقریبا 404,000 دلار یا 10 میلیارد تومان فروخته شد و واقعا عدد بزرگ و شگفت انگیزیه بریم ما ببینیم اون بیه بعد از این اتفاق و خبر سام ویلسون یه واکنش جالب نشون داده مثل که یه وایس توی تلگرامش گذاشته بریم اون وایس رو گوش کنیم و برگرد حالا الان یه چیزی من صبح که دارم موبایلمو نگاه میکنم میزدن که یه اثری یا یه هنرمند ایرانی 400,000 دلار تو مزایده فروخته به یه آدم دیگه نظر شخصی خودم میخوام بگم اصلا کاری ندارم که این حقیقت داره یا نه اولا که خطکش میذاری و اقل این داستان نمیخونه یعنی چی هستن؟ یعنی مثلا این عدد سهراب سپهریه تابلو واقعی نه یه چیز آنلاین بیای از یکی بخری من واقعا خودم فکر میکنم که یه نفر یه پولشویی سنگین با این داستان داره انجام میده پولو از یه کشوری میفرسته یه کشور دیگه از طریق کریپتوکارنسی اتریوم ولی هیچ جوری این شلوار تو پای من نمیره که دگمش بسته نمیشه همه جوره واسم تنگه یعنی اصلا هیتر نیستم یعنی ایشالله که واقعا این داستان واقعی باشه و این پول اون آدم گرفته باشه یا اینه یا اینکه یه پلتفرمی راه انداخته میخواد که چیز کنه میخواد بیاد چرت و پرت و مزخرف و بفروشه به این ور و اون ور مثلا 20,000 دلار و 30,000 دلار الان هم اینو اومده زده 400 که ببین تو اگه اینو دارن 400 میخرن یه تیکه گل تو خونت داشته باشی و 2,000,000 میخرن خیلی مشکوکه دیگه کلن همه دوستان هم دارن به من میگن یه دقیقه وایسا زیاد حرف نزن شاید این داستان واقعی باشه ولی من فکر نمیکنم از همین الان دارم میگم مزخرف محضه اگرم یعنی این پولا ممکنه تو حسابا بشینه و بره و بیاد ولی برای کسی پول نمیشه آخرش اون آدمی که داره این کارو میکنه داره همه رو دور میزنه چون ما خودمون ماشین فروشیم نصف سندا رو نگه میداریم تو نمایشگاه که 2000 مالیات کمتر بدیم آخر سال یعنی به نام نمیزنیم که جابجا کنیم این که الان تو 400,000 دلار رو بتونی مثل نبات یه جوری بگیری بدون مالیات یه جای دنیا به نظر من نمیشه و تازه کشورهای دیگه خیلی روی این مسائل حساس‌ترن تکون بخوری و تکس بدی اینجا تازه باز یه ذره راحت‌تره ولی این اتفاق فکر نمی‌کنم یعنی با مغز من جور در نمیاد حالا بازم میگم نظر شخصی خب دو تا خبر هفته گذشته داشتیم تو زمینه فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی اینکه اسپاتیفای بالاخره فیلترش برداشته شد و کاربران ایرانی میتونن
برن اسپاتیفای و بدون وی پی ان گوش کنن ترکای مورد علاقهشون. خبر خوشحال کننده برای تمام آرتیستایی که توی اسپاتیفای فعالیت دارن. ادامه اخبار رو همکار عزیزم به سمع و نظر شما میرسه. خب خبر بعدی در عرصه رسانه و دیجیتال و این داستانا میرسه به هک شدن کلاب هاوس و فاش شدن اطلاعات شخصی 1.3 میلیون نفر و کاربر این برنامه. خیلی خب، مرسی که تا اینجا برنامه با ما همراه بودید. امیدوارم که از این برنامه خوشتون اومده باشه. امیدواریم از این قسمت اخبار خوشتون اومده باشه. دمتون گرم، با لایک و کامنت حمایت کنید ازمون. خیلی دوستتون داریم، جاتون تو قلب ماست. سابسکرایب فراموش نشه. تا درودی دیگر. یه بعدی.